در مورد برنج های وارداتی، تنظیم بازارش در واقع از 3 ماه پیش کلید خورد. مصوبه تنظیم بازار محصولات کشاورزی شرایط توزیع 150 هزار تن برنج وارداتی رو تو 2 مرحله در واقع عملیاتی کرد از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران. مرحله اول توزیع که با 100 هزار تن آغاز شد از ابتدای شهریور ماه شروع شد و در ادامه طرح توزیع 50 هزار تن مجددا در نیمه مهر ماه به 100 هزار تن قبلی اضافه شد. علت اساسی این موضوع و توزیع سراسری هم مربوط میشد به پایش بازار قیمت این برنج های وارداتی که در واقع برنج های هندی، تایلندی و پاکستانی تو سطح بازار بود. توزیعی که از ابتدای شهریور تا الان اتفاق افتاده از 150 هزار تن به رقم 120 هزار تن جذب تو شبکه‌های منتخب رسیده، یعنی در واقع میشه گفتش که اکثر این تخصیص برنج‌ها به صورت سراسری تو شبکه‌ها جذب شده. روند قیمتایی هم که مشاهده میکنیم بر اساس گزارش های منتشر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، آخرین گزارش قیمت های این سازمان که مربوط به پنجم همین ماه در واقع میباشه، حاکی از اونه که روند رشد قیمت های برنج وارداتی کاهشی بوده. حتی تو یه قلم هندی رقم در واقع 100% کاهشی به خودش گرفته، نسبت به هفته قبل 0.7% کاهش رو نشون میده. در رابطه با قیمت برنج های تایلندی و پاکستانی هم بر اساس همین گزارش روند رشد قیمتاش متوقف شده و روند کاهشی به خودش گرفته.